خسته نباشین هموطنان عزیز و بیننده های خوب آریانا، بیننده رقابت های لیگ قهرمانان افغانستان هستیم. بین دو بازی قرار داریم، بازی که امروز قرار است بین دو تیم فوتبال جوانان واحدی و خراسان فاریاب برگزار شود. اما ما گفته بودیم و اعلام کرده بودیم که در این بین یک وقفگک کوتاه و فاصله ای که داریم، قرار است که یک جشن شاید مناسب حال نباشه، ولی باز هم گرچه میفهمم که از شأن و منزلت تیم ملی فوتبال و فوتسال ما کمی کمتر هست، ولی باز هم میخواییم که جشنی به مقیاس در همین حد و اندازهی که داریم داشته باشیم از تیم ملی فوتبال و فوتسال افغانستان. فصل سوم رقابت های لیگ قهرمانان افغانستان با حمایت مالی انرژی ویکتور برگزار شده. حامیان نشر ما هم شرکت های مخابراتی افغان تلکام و سلام هست. دعوت میکنم که آیسا آیسا آرام آماده شویم برای جشن که امروز داریم. آشمیس بانده نباشی. خسته نباشید سروش عزیز، با هم سلام تقدیم میکنم خدمت تمام حضار گرامی، رهبری فدراسیون فوتبال افغانستان، اداره ورزش کشور ما، و قرار هست که یک گرامی داشت داشته باشیم از عزیزان ما، از تیم ملی فوتبال ما و فوتسال ما که تاریخ سازی کردن، رفتن به مسابقات جام جهانی و مهمانای ویژه را داریم امروز با خود در این مسابقه جذاب. و قبل از شروع مسابقه گرامی داشت از عزیزان ما، از سرمربی تیم ملی فوتبال کشور ما، از کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال کشور ما، از فرزاد محمودی و همین قسم از امید قنبری تقدیر خواهد شد. بله، قرار است که جشن با گل و همچنان یک تدارک که دیدیم با تشویق هواداران خود ادامه بدیم. من میرم به جمع مهمانان ما، جناب حاجی صاحب نصیر خان، همچنان حافظ احمد جان زدران، معاون فنی و مسلکی فدراسیون فوتبال افغانستان و معاون اداره ورزش افغانستان آقای عبدالحق فیضی همراهی میکنیم و حضور ستاره ها. اما من این وضعیت را واگذار میکنم به مصطفی هاشمی که ادامه برنامه را با شما دنبال کنم. بسیار خوب، در قدم نخست من از مهمانان گرامی حافظ احمد جان زدران، معاون فنی و مسلکی فدراسیون فوتبال افغانستان خواهش میکنم که برن روی استیج، و همینطور از آقای نصیر رحمانی، عضو اجرایی فدراسیون فوتبال و مسئول کمیته فوتبال افغانستان، فیضی صاحب عضو اجرایی و همچنان رئیس فدراسیون فوتبال ولایت سرپل آقای عبدالحق فیضی و مهمانان گرامی ما. و حال نوبت رسیده که از مهمانان ویژه ما دعوت کنیم که امروز این مسابقه جذاب را جذابتر و ویژه‌تر می‌سازند، و قرار هست که گل‌های زیبا و همچنان مورد استقبال و تشویق هموطنان عزیز ما قرار بگیرند. همکار بسیار خوبم سعید حضرت سروش با مهمانان ویژه هست، و حال دعوت می‌کنم از سرمربی تیم ملی دوست داشتنی فوتبال افغانستان اشلی وستفورد. موست ویلکم تو افغانستان Dear Ashley Westwood. حافظ صاحب احمد جان زدران، معاون فنی فدراسیون فوتبال کشور ما، تحفه ارزشمند و گرانبها را تقدیمشان میکنه. و حال دعوت میکنم از اسطوره فوتبال افغانستان اسلام الدین امیری. اسلام الدین امیری که با تیم ما قهرمان جنوب آسیا شد به عنوان کاپیتان، و به عنوان کاپیتان هندوستان در خاک خودش شکست داد. جایزه شان هم حاجی صاحب نصیر رحمانی هدیه شان برشان اهدا میکنه. لحظات فوق العاده جذاب از اسطوره فوتبال کشور ما. حال دعوت میکنم از ستاره خوش تکنیک و خوب فوتسال افغانستان فرزاد محمودی، از حاجی صاحب عبدالحق فیضی خواهش میکنم که هدیه ایشان برایشان اهدا کنه، عضو اجرایی فدراسیون فوتبال افغانستان و رئیس فدراسیون فوتبال ولایت سرپل. فرزاد جان تشویق کنین، فرزاد محمودی ستاره فوق‌العاده تیم ملی فوتسال کشور ما. تیم ملی فوتسال ما تونست تاریخ سازی کنه و ما حالا در جام جهانی نماینده داریم. و همچنان دعوت میکنم از دیگر ستاره خوش تکنیک و گلزن تیم ملی فوتسال افغانستان امید قنبری.
هدیه شان همکار بسیار خوبم گزارشگر فوتبال و فوتسال سعید احد سروش برشان اهدا خواهد کرد. امید قنبری که در آخرین بازی مقابل قرقزستان گل اول زد و امید ما را بر صعود به جام جهانی هم زنده کرد. ستاره های فوتبال و فوتسال افغانستان این روزها نامشان روی زبان هاست، روی قلب مردم افغانستان هست، درخشش فوق العاده داشتن. بازم از تمام حضار خواهش میکنم که به افتخار تیم ملی فوتبال و فوتسال افغانستان تشویق کنن. همه با هم یک جا تیم ملی فوتبال افغانستان و فوتسال افغانستان را تشویق کنین. تیم ملی فوتبال افغانستان در رقابت‌های رسیدن به جام جهانی و همچنین جام ملت‌های آسیا و خوبی توانست هند را در بازی مساوی بکند، در بازی بعدش شکست داد. اما تیم ملی فوتسال افغانستان با افتخار تمام رفت به جام جهانی 2024. اشلی وستوود سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان، کاپیتان اسلام الدین امیری، فرزاد محمودی و امید قنبری، خوب تشویق بکنین، لطفا تشریف ببرین. خیلی زیاد تشکر. امروز افتخار بخشیدن همه ستاره های ما و همچنان امروز میزبان بازی تیم های جوانان واحدی و همچنان تیم فوتبال خراسان هستیم، بازیه که امروز در هفته پنجم رقابت ها برگزار خواهد شد. خب ما در این قسمت میخواییم که از سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان یک سوال خیلی خرد بپرسم و کاپیتان همراهی بکنم. و ما آقای وستوود شما خوش آمدین به افغانستان، ما امروز میزبان شما هستیم، افتخار میکنیم، خوشحال هستیم که با داشتن شما ما در یک وضعیت بحرانی تیم ملی فوتبال افغانستان شما به عهده گرفتین و افتخار بخشیدین که حالا تیم ملی فوتبال افغانستان به یک سکوی رسیده که همه انتظار داره از شما که به نتیجه برسه و قطعا ما امید داریم رسیدن به جام جهانی را. اولا خیلی کوتاه بگین که امروز در کابل هستین با حضور همه هوادار و در بازی لیگ قهرمانان چه حسی دارین و دوم اینه که چقدر امید داریم که ما در برابر قطر و کویت نتیجه بگیریم بریم به جام ملت‌ها. Hope now you bring that hope to everybody that we're going to get and achieve something, and what is our hope against Qatar and Kuwait. Thank you for having us. First of all, you know, a very proud moment for me to be manager of this country, of this team. Yes, it was tough times when we first came, but we was always confident with hard work that we could make a difference and give the fans and the country something to be proud of. So now it's just the first chapter. We now have to carry it on, work even harder and do our best for the up and coming games. We know they're both tough opponents. We got beat 8-1, 4-0. So we know what we need to do, but you know, we have the luxury now. We've had a bit more time. We know each other a bit more. We know the standard, and we just have to apply ourselves with the same application, the same desire that we showed against India. And we're hopeful for some good results. You know, anything would be welcome. You know, a draw would be good. And then that would set us up for the next Kuwait game. And obviously, we'll also be looking at the end of results, but we'll be working hard and we will do our best. مگه جای افتخار است که ما ترنر تیم ملی افغانستان هستم. بسیار افتخار میکنم که ما امروز سرمربی تیم ملی افغانستان هستم و خودتان میفهمید که نتیجه خوبی نگرفتیم در مقابل کویت قطر در مسابقه اول. مگم عالی در مستیج اول هستیم، میتونیم انشاءالله که نتیجه های خوب بگیریم و شما دیدین در مقابل این که یک نتیجه خوب گیردیم و در دو مسابقه اگر ما یک شما مساوی هم کنیم در ما بسیار خوب است و میتونیم که در راوند بعدی صعود کنیم. خیلی زیاد خوش آمدین. Thank you so much. Thank you. حالا میخوایم که اگر داورا لطف کنن توپ را به سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان واگذار بکنن. میخوایم که چند ریپ داشته باشیم بعد از هم شروع کنن.
سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان را تشویق بکنین. قرار است که او با این لحظه توپ را واگذار بکنه و داور ما مسابقه را با هم یک جا شاهدش خواهد بودیم.